هراس از پیامدهای تشدید سیاست آمریکا در قبال رژیم. تغییر وزیر خارجه آمریکا و امکان تحولات بعدی در کابینه ترامپ موجی از نگرانی‌ها را در رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند حاکم ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد. این خبر از همان لحظات اولیه شکاف بین دو باند حاکم بر سر حفظ برجام به قیمت خوردن جام‌های زهر موشکی و منطقه‌ای یا ایستادگی در برابر این فشارها را دامن زد و همچنان شاهد نگرانی مشترک هر دو باند برای سرنوشت برجام هستیم. تلویزیون رژیم 24 اسفند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی مکمستر مشاور امنیت ملی در شرف خروج از کاخ سفید است و احتمال دارد جان بولتون نماینده پیشین این کشور در سازمان ملل جایگزین وی شود. اخیراً گزارشی از دیدار محرمانه دونالد ترامپ با جان بولتون منتشر شده است. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: به اعتقاد ما آمریکایی‌ها با تیلرسون یا بدون حضور او در کابینه چند ماه دیگر از برجام خارج خواهند شد. ترامپ با برکناری تیلرسون تنها مسیر خروج از برجام آمریکا را هموارتر کرد، چون به خوبی می‌داند ایران در برابر شروع تأخیر کوتاه نخواهد آمد. روزنامه حکومتی سیاست روز 24 اسفند: حالا چه باید کرد؟ این سوال مطرح می‌شود که راه کار جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست‌های آتی آمریکا و شخص پومپئو که کارنامه‌ای کاملاً ضد ایرانی دارد چه می‌تواند باشد؟ رویکرد به مبارزه با آمریکا و اروپا در شرایطی که فشارهای غرب علیه ایران به شدت افزایش یافته، قطعاً این پیام اشتباه را خواهد داشت که با اعمال فشار میتوان از ایران امتیاز گرفت. این رویه خطرناک در سیاست غرب در قبال ایران و هم برای سایر کشورها به همراه خواهد داشت. بر این اساس راه کار مقابله با تهاجمی تر شدن سیاست‌های آمریکا نه باج دادن و مذاکره با آمریکا و اروپا، بلکه ایستادگی و مقاومت و تکیه بر داشته‌های داخلی و منطقه‌ای است. علی خرم دیپلمات سابق رژیم از باند روحانی 24 اسفند: با آمدن پومپئو وزیر خارجه جدید که از طرفداران روش‌های میلیتاریستی و کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکاست، به همراه خود ترامپ و جمهوری‌خواهان تندرو و تیم بازها در کاخ سفید، همگی به دنبال برافروختن یک جنگ جدید در خاورمیانه هستند. در طرف ایران هم برخی ممکن است از روی سادگی لحظه شماری کنند که چنین درگیری با آمریکا به وجود آید تا توان گستردی ایران در منطقه به رخ آمریکا، اسرائیل و عربستان کشیده شود. آمریکا هیچ کس نمیتواند روی کارا بودن آن قسم بخورد و برعکس ممکن است در یک اتحاد جمعی از آمریکا و متحدان منطقه‌ایش نتیجه چنین درگیری برعکس تصورات شود. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که باید هر دو طرف را از نزدیک شدن به چنین شرایطی برحذر داشت. متحرنیا از باند روحانی 24 اسفند: برکناری وزیر خارجه آمریکا و آرایش جدید در سیا و دستگاه دیپلماسی آمریکا این پیام را مخابره می‌کند که پس از پرونده کره شمالی ایران در دستور کار سیاست خارجی تهاجمی رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. روزنامه حکومتی جهان صنعت 24 اسفند: ترامپ و پومپئو برنامه توسعه یابنده موشکی ایران را از یک سو نشانه‌ای برای برهم زدن نظم ژئوپلیتیکی منطقه و سوی دیگر عاملی برای به چالش گرفتن منافع آمریکا و متحدانش در منطقه می‌دانند. در این شرایط آنها تلاش می‌کنند که در روابط ایران و اروپا شکاف ایجاد کنند و اروپا را نیز لااقل در برنامه موشکی و آنچه را که آنها رفتارهای بدخیم و ثبات زدا در منطقه می‌خوانند همراه خود کنند.